با بهترین درودها بر شما بینندگان عزیز ایران فردا در 20 دقیقه پیش روی با برگ دیگری از برنامه شامگاهی صفحه یک میخوانیم و میکاویم آخرین و تازه ترین خبرهای منتشره در روزنامه های امروز ایران در تلویزیون ایران فردا به روال معمول همه شب نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل همه مطالب و موضوعات برگزیده امشب باستاب اظهارات ناقدانه ی حسن روحانی به مدیریت عهد احمدی نژادی و تنگناهای موجود مالی جلوی دولت کنونی خاصه این که کشور را با نفت سی دلاری اداره می کنیم و نه با 147 دلاری هاشمی رفسنجانی و سیبل خبرها از دیدار با صدر اعظم پیشین آلمان گرفته تا ملاقات با مهدی هاشمی فرزند محبوس در بیمارستان سخنها هواشی و شایعات مبنی بر خارج کردن قلب رآکتور عراک انتشار بخش های از وقایع انتخاباتی سال 88 از سوی سردار احمدی مقدم فرماندهی نیروی انتظامی وقت از چگونگی سرکوب در تعامل با رهبری ایران و بالاخره در عرصه منطقی آزادسازی تمام و کمال الرمادی در عراق از چنگال داعشیون البته همزمان با انفجاری مرگبار در قلب بغداد با کشته شدن ده تن از شهروندان بیدفاع این کشور در یک مرکز خرید در این شهر اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سهشنبه 21 دی ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش نخست برنامه با مرور کوتاه بر چند رویداد کوتاه و گذرا صفحه نخست دفتر صفحه یک رو میگشاییم و اشاره صد و سرنوشت نامعلومش همچنین گمانه های تازه پوتین این دوست دیرین ایشان بر صدر خبرها جای گرفت پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که کشورش میتواند به بشار اسد رئیس حکومت سوریه پناهندگی بدهد پوتین این موضوع را در مصاحبه ای اشاره کرد که روز سه شنبه در نشریه ای با نام بیلد چاپ آلمان منتشر شد رئیس جمهور روسیه در پاسخ به پرسش این روزنامه گفت که مطمئنا اعطای پناهندگی به ادوارد اسنودن سختتر از مورد بشار اسد بوده است ولادیمیر پوتین با این حال تاکید کرد که هنوز بسیار زود است که در این باره اقدامی صورت گیرد لازم به توضیح است که با گاهی بینندگان عزیز برسانم که شورای امنیت سازمان ملل حدود یک ماه پیش نقشه راهی را تصویب کرد که بر اساس آن طرفهای درگیر در سوریه بر سر تشکیل دولت انتقالی در این کشور به توافق برسند همچنین رئیس جمهور روسیه که خود از مهمترین حامیان بشار اسد به شمار میرود و در کنار جمهوری اسلامی از سوی کشورهای مخالف اسد متهم به ارسال کمکهای مالی و نظامی به آن کشور است در ادامه این مصاحبه در بخش دیگر از مطلب خود اینگونه اشاره کرد که بشار اسد در زمان گسترش بحران در سوریه چندین اشتباه کرده است با این همه ایشان گفت که تشدید جنگ داخلی در سوریه به خاطر ورود نیروها پول و سلاح از خارج از این کشور بوده است برنامه را با رویدادهای دیگر برگزیده از روزنامه ها پی میگیریم خروج قلب رکتور عراق از نیروگاه اتمی عراق بر صدر روزنامه های امروز جای داشت و در این راستا در حالی که روزنامه های نزدیک به نهادهای نظامی از خروج قلب راکتور عراق سخن راندند سازمان انرژی اتمی اما به واکنش برخواسته بود در این میان روزنامه وطن امروز تمام نیم صفحه اصلی را به این موضوع اختصاص داد و همان که میبینید نوشته بود قلب راکتور عراق خارج شد که به کارگیری نوع واژگان خب بار معنای خاص خود را داشت بر حسب عادت این روزنامه در این میان و در پی انتشار گزارشی که نخستین بار در خبرگزاری فارس منتشر شده بود مبنی بر خارج کردن قلب رآکتور آب سنگین عراق و پر کردن مخزن فولادیان با بتون سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد برخی کارهای مقدماتی در عراق انجام گرفته اما در مورد خارج کردن قلب رکتور هیچ اقدامی تکمیلی انجام نشده در بیانی که سازمان انرژی اتمی ایران دیروز دوشنبه منتشر کرد اشاره شد که از آنجا که این سازمان بایستی اقدامات توافق شده را تا روز اجرای برجام به اتمام برساند برخی کارهای مقدماتی آغاز شده ولی هیچ اقدامی در خصوص خارج کردن قلب رکتور عراق تکمیل نشده است بر اساس توافق اتمی وین ایران پذیرفت که قلب ریاکتور عراک را به گونه‌ای بازطراحی کند که نتوان از آن برای تولید پلوتونیوم استفاده کرد خبرها و نظرها را پی میگیریم با سایر مطالب و موضوعات برگزیده امشب اظهارات انتقادی حسن روحانی به هنگام افتتاح پارس جنوبی علیه مدیریت سیاسی محمود احمدی نژاد باستاب با گستردهی در ستونهای تحلیلی داشت و همینطور عناوین اصلی صفحات نخست بسیاری از روزنامه ها رو به خود اختصاص داده بود البته در این راستا روزنامه های و نزدیک به نهادهای نظامی و تندرو و تا حدود نزدیک به رهبری به گونه کشیدن که از این خبر به نفع خیش هم بهره بگیرند چرا که افتتاح این پروژه کار مشترکی از سپاه پاسداران و دولت بوده این دست روزنامه های نزدیک به سپاهیان با شوق بیشتری به پوشش خبر به سبکی که خود خواستند کشیدن از جمله روزنامه خراسان از آن به عنوان افتتاح پارسی ترین فاز پارس جنوبی یاد کرد در این راستا روزنامه جوان ارگان سپاه از آن به عنوان ایرانی ترین مگا پروژه نفتی یاد کرد و در بخش از این مطلب از آن به عنوان پاتک ابر پروژه سپاه به تحریم نیز اشاره کرد و یاد کرد این در حالی است که بخش های سلبی و انتقادی سخنان حسن روحانی در این روزنامه ها اصلا نکاس نداشته عذرخواهی <applause> می‌کنم و عمدتا در روزنامه‌های نزدیک به طیف تحولخواهان باستا به یافته بود از جمله روزنامه اعتماد که حسن روحانی را رو نشان میدهد به سکوی افتتاح پروژه پای میگذارد و میگوید کشور را با نفت سی دلاری اداره می‌کنیم، نه نفت 147 دلاری که اشاره آشکاری دارد به دوران پرپول و نفت احمدی نژاد که گویا در واقع قارتگری های عظیمی نیز در آن دوره نسبت به منابع مالی صورت گرفته در پاسخ به این اظهار نارضایی حسن روحانی مبنی بر اینکه نفت عهد احمدی نژاد 147 دلار بود و اینان همینک با نفت سی دلاری کشور را مدیریت می‌کنند باز نشریات و روزنامه های دست همچون همیشه بدون پذیرفتن حد از مرام سیاسی سی و انتقاد منصفانه سعی کردن به هر طریق ممکن به پاسخ برایند در میان کیهان و وطن امروز هر دو و بعضی از روزنامه‌های همسو با دستگاه های راست و افراتی به نقل از یک از مدیران نفتی دوران محمود احمدی نژاد نوشتند که قطع قنیسازی 20 درصدی اورانیوم باعث کاهش بهای نفت شده است و این محاسبه است که هیئت ایرانی مذاکره کننده در نظر نداشت که در واقع میکوشن به هر طریق ممکن این گونه جلوه دهم که قنیسازی 20 درصدی میتواند عامل افزایش نرخ نفت باشد مطالبی کاملا غیر علمی غیر کارشناسی صرفا برای کم نیاوردن در جدالهای رسانه ایشان ادامه میدهم با سایر مطالب برگزیده در برنامه امشب و اما لغو تحریم ها بر موج اصلی خبرها و نظرها قرار داشت عمده روزنامه ها از لغو تحریم ها ابراز رضایت داشتند و با خوشنودی خاصی از افق روشن گردش احتمالی مالی و چرخش اشتغال و موارد از این دست نیز اظهار امید کرده بودند در این میان پایان سویفت تومار تحریم ها برچیده می شود آغاز برجام با هزار ال سی دی عمده عناوین روزنامه بوده که لغوه، از لغو تحریم ها استقبال کردند و امید و نوید دادن که با لغو تحریم اوضای فروبسته اقتصاد و اشتغال ایران رنگ و بو و رونقی تازه گیرد و در مقابل اما طیف روزنامه های راست افراطی و یا وابسته به نهادهای انتصابی و نهاد رهبری همگی با دمیدن بر تنش و آشوب گوی و آزرده از لغو زود هنگام تحریم ها مستاق مجدد سخن حسن روحانی بودند که کاسبان تحریم از لغو تحریم ناراحتند از جمله اینان فقیه آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه است که در روزنامه تحت امر دستگاه خود یعنی روزنامه حمایت وابسته به قوه قضایی تهدید کرد که تحریم های جدید ایران را به تجدید نظر در برجام میرساند که گویا با فرمان آشوب و تشر و تنش در پی تحریم دوباره هستند در این راستا و اظهار امیدواری ها از لغو تحریم ها مقامات اروپا و آمریکا نیز نکاتی مطرح کردند از جمله خانم ها مگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که هرچند تاریخ دقیق رفع تحریم های ایران مشخص نیست اما می تواند خیلی زود از راه برسد او پس از دیداری که با وزیر خارجه چک در یک کنفرانس خبری داشت اشاره کرد که هرچند هنوز تاریخ مشخصی ندارد این تاریخ به اجرای کامل همه گام هایی که بایستی برداشته شود مربوط است می توانم بگویم که انتظار من این است که این تاریخ خیلی زود از راه خواهد رسید اجرای موافقت نامه به خوبی پیش می رود. این در حالی است که پیشتر نیز در خبر هم اشاره کردم سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که تقریبا تمام کارهایی را که بر اساس برجام متعهد شده بودند تکمیل کرده و کاری باقی نمانده است بهروز کمالوندی گفت کار باقی مانده در عراق هم مستلزم چند کار باقی مانده یک کوچک است و امیدواریم که این کارهای باقی مانده هم به سرعت انجام شود کمالوندی در مصاحبه که با روزنامه اعتماد داشت گفت که این اقدامات هم به احتمال زیاد در بازه زمانی کمتر از هفت روز قابل انجام است خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از قول منابع مطلع خود که البته نامی از آنها نبرده بود طبق معمول گزارش داد که قلب رآکتور عراق خارج شده و حفرههای آن با سیمان پر شده است نفس به کارگیری این ادبیات گویی برای تحریک برخی از افکار عمومی علاقمند به حوزه های نظامی یا امنیتی در کشور هست ادامه می دهیم خبرها و نظرها را با رویدادی از خاندان هاشمی رفسنجانی مهدی هاشمی که گویا از اوین به بیمارستان منتقل شده تا تحت عمل جراحی قرار گیرد پای پدر را دوباره از زندان اوین به بیمارستان کشاند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که این روزها زیر ضرب انواع حجم و حمله ها از سوی دوستان دور و دیرین خود است که از خبرگان رهبری سر باز زند دیداری با صدر اعظم آلمان داشت و از آنجا نیز دیداری با مهدی هاشمی پسر محبوس خود در زندان که البته در بیمارستان دیدار کرد که این خبر مرتوجه بسیار از روزنامه های نزدیک به طیف هاشمی قرار گرفت از جمله روزنامه ابتکار با انتشار دیدار هاشمی و صدر اعظم آلمان با واژگانی تا حدودی پر ابحام که نقد را متوجه هر دو سوی ماجرا می کند. مدعی شد که بی تجربگی و تون روی بر دامنه مسئله عربستان و ایران افزوده است این دیدار که گویا بوی میانجیگری مخفی آلمانها ها شخص گرهارد شرودرد برای بهبود و ترمیم روابط ایران عربستان میدهد، هاشمی بدون ذکر نام کشور عربستان و یا ایران به طور کلی از تندخویی ها و بی ها گفت که موجب تشدید تنش ها بین این دو کشور مهم منطقه گردید که احتمالا تندخویی ها لفظ به کار رفته از سوی هاشمی همان متوجه سیاستگذاران نزدیک به خامنه‌ای است که حتی سپاه عربستان را تهدید به انتقامگیری سخت کرده بود و کم ها احتمالا به عادل الجبر وزیر خارجه عربستان نسبت داده باشد البته هر دوی این دو گمانه بیش نبود است در این گفتگو و دیدار صدراعظم آلمان که به طور مشخص موضوع عربستان را سال کرده بود هاشمی با انتقاد از اعدام شیخ شورشی شیعه شبه جزیره عربستان اشاره کرد که در این راستا به نقش مهارگرانه خود اشاره داشت که در عهد ملک عبدالله با تلفن و تقاضایش آن پادشاه حکم را متوقف کرده بود که نشان از تدبیر وی داشت به زن آقای هاشمی این مقام آلمانی با شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی همینطور ظریف وزیر خارجه دیدار کرد که گویا قرار است با وزیر نفت آقای زنگنه و همینطور شخص حسن روحانی دیدار داشته باشد که البته تا لحظه تنظیم این خبر شاید مراحل دیدار نیز سرعت گرفته باشد که در بخش آن سوی خبر به طور مشروع به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید برنامه رو پی میگیریم با ما بنشینید و باشید تا بخش بعدی برنامه کماکان بیننده برنامه شانگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا با آخرین خانش ها و کاوش ها بر بین سطور روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا انتشار نگفته های تازه احمدی مقدم از وقایع انتخاباتی سال 88 مجددا بر صدر بسیاری از روزنامه ها بازگشت از جمله شرق گزارش اصلی را به این موضوع اختصاص داد در بخش از این گفتگوی طولانی و بلند سردار همینک بر کنار شده میخواندیم که در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری در خصوص مقابله با این اعتراضات را به کمیته ویژه‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده بود که در واقع زیر نظر مستقیم شخص خودش بود و نتایج جلسات را نیز هر روز به او گزارش میدادند به گفته احمدی مقدم علاوه بر او برخی دیگری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله سعید جلیلی دبیر وقت شورای امنیت ملی محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و سعید مرتضوی دادستان تهران عضو این کمیته بودند که آقای خامنهای انتخاب کرده بود در واقع بدنامترین و یا به تعبیری ناکارآمدترین چهره های ممکن در آن هنگام فرمانده سابق نیروی انتظامی همچنین شرکت در این گفتگو که نیروی انتظامی وسعت اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را پیش بینی نمی کرد و انتظار نداشت که میزان پتانسیل عمق و گستره اعتراض ها به حدی باشد که هشت ماه ادامه پیدا کند احمدی مقدم در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به نظرسنجی های وزارت اطلاعات درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نیز اشاره کرد که وزارت اطلاعات به نحوی آقای هاشمی را در جریان انتخابات ریاست جمهوری هدایت و حتی تشجیم می کرد فرمانده سابق نیروی انتظامی همچنین در بخش دیگری از این اظهارات خود خبر داد که صبح روز 25 خرداد 88 محمد علی جعفری فرمانده سپاه در تماس تلفنی به او گفت که نباید بگذاری تجمعی شکل بگیرد به گفت که سپس علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی از طریق اسقر حجازی از اعضای دفترش به او گفته که آقای احمدی مقدم خودش آدم عاقلی است فرمانده میدان هم دست ایشان است هر گونه که مصلحت میبیند خودش عمل میکند به گفته آقای احمدی مقدم احمد رضا رادان جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی که ایشان هم بعدها مسائلی بر مسائلی برکنار شد ساعت سه بعد از ظهر روز 25 خرداد 88 به ایشان گفت که در میدان انقلاب جمعیت سرازیر شده و دارند میآیند و او نیز به آقای رادان گفته جلویشان را بگیر اما رادان پاسخ داد که اصلا نمی وقتی که دموکراسی نیمه جان ایران را یار نشد و پس از سرکوب های خونین در پی خطبه خون شخص خامنه ای به مقاک و محاق رفت اما دقایقی و دمی دور از دنیای سیاست حوزه اجتماع در ایران نیز مدام زیر تلاطم و تغییر و فروپاشی های جمعی است در این راستا روزنامه امتیاز در گزارشی اعلام کرد که به طور میانگین در هر ساعت حدود 18 مورد طلاق در ایران ثبت می شود امتیاز که عنوان اصلی شماره امروز را خبری آراسته بود نوشت که هر سه دقیقه یک خانواده از هم میپاشد که آماری بسیار پرشتاب است و ادامه این روند میتواند زنگ خطر جدی برای سلامت اجتماع باشد و سلامت جامعه ایران در این میان گویا کاهش میل به ازدواج سنتی و کلاسیک نیز در جوانان ایرانی مرتوجه یکی از روزنامه های حوزه اینترنت و مدرنیته واقع شد فناوران که عمدتا به حوزه سینما و اینترنت تمرکز دارد در بررسی عملکرد هشت ماهه تنها سایت دولتی همسریابی مجاز در ایران خبر داد که 20 هزار متقاضی بودند اما تنها 190 ازدواج اینترنتی به وقوع پیوست ورق میزنیم و ادامه میدهیم با موضوعات دیگر و روزنامه دیگر تعداد زیاد نمایندگان ثبت نام کرده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور خبرگان رهبری همچنان آرامش و قرار از اردوگاه و سولگرایان را گرفته و رو بوده و گویا گمان می که با طراحی عملیاتی خاص از سوی تیم هاشمی با افزایش نامزدها لایه های مختلفی از نمایندگان به طور پوشیشی به نفع نیروهای تحولخواه و اصلاح طلبان راهی مجلس خواهند شد در این میان روزنامه های کیهان و جوان بیشترین دغدغه ها را هر روز از خود نشان می دهند. جوان ارگان نظامیان سپاه در شماره امروز با انتقاد از تایید صلاحیت جمع کسیری از نامزدهای مجلس گلایه کرد که وزارت کشور بیش از 90 درصد داوطلبان را تایید صلاحیت و تنها 6 درصد را رد صلاحیت کرده است. عدم بررسی درست و دقیق داوطلبان در هیئت‌های اجرایی به زعم جوان و تایید صلاحیت 90 درصدی داوطلبان در آماری مشخص می‌شود که نشان می‌دهد در هیچ دوره‌ای در گذشته این درصد از داوطلبان تایید صلاحیت نشدهاند. روزنامه سپاه پاستاران از قول یک منبع آگاه خبر داد که یکی از مراجع استعلام که از این مقدار تایید صلاحیت ناراضی است گفته در بین تایید صلاحیت شدگان افرادی با برخی سوابق منفی از جمله تابعیت اسرائیلی همسر تابعیت چندگانه سقط جنین غیرقانونی رشوه گیری سابقه عضویت در برخی گروه های ضد انقلاب مشارکت در قتل نزاع خیابانی و اخلال در نظم عمومی وجود دارد که البته براساس تحقیقات و یافته های دفتر شامگاهی صفحه یک به هیچ روی با وجود چنین اتهاماتی نمیتواند هیچ نامزدی تاییدیه بگیرد چرا که یکی از نهادهای مراجع چهارگانه استعلام همانا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که با بررسی حد اقلی پرونده افراد کسانی که سابقه قتل داشته باشند و یا زنای محسنه رو اعلام می کند که در این صورت حیات های اجرایی نیز در وزارت کشور امکان تعیین صلاحیت مجرمین به شکلی که روزنامه جوان مطرح می کند رو نخواهند داشت و اما در سوی دیگر حمیدزاد جلایی پور از مردان کمپ اصلاح طلبان در روزنامه میان روی شرق گفت تعداد بالای ثبت نام مجلس غیر عادی نیست تحلیل مهمان شرق بر این نکته استوار بود که ثبت نام بیش از دوازده هزار نفر در انتخابات مجلس دهم ده دو نگرش رو به دنبال داشت نگرش اول نگرش مجموعه دولت و فعالان سیاسی است که آن را نشان دهنده افزایش تعداد نیروی انسانی تحصیل کرده میدانند و نگرش دوم نارضایتی از این حجم ثبت نام بود که در واقع شورای نگهبانی ها فقها ها و همینطور روزنامه جوان نارضایتی داشتند دیدگاه سومی هم وجود دارد و آن اینکه یکی از نتایج حزبی نبودن انتخابات و فعالیت سیاسی در ایران همین ثبت نام تعداد بالای داوطلبان است و با این تحلیل برگزیده از روزنامه شرق وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر یکایک که شما خوبان خداحافظی میکنم آرزوی نیکی و بهروزی و سرافرازی شما بینندگان ایران فردا را داریم تا سپیدی بامداد و طلعلوی صبح شبتان قشنگ بدرود